مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از وارد شدن میلیون ها دلار خساره مالی در پی شیوع ویروس کرونا به اقتصاد کشور که بیشتر آن متوجه هرات می باشد خبر می دهند. رئیس اتاق تجارت دلیل وارد شدن خسارات را توقف داده سرود تجار کشور با کشورهای خارجی می گوید. در همین حال مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات نیز از متوقف شدن بسیاری از فابریکه ها در شهرک صنعتی در پی نبود مواد خام در روزهای آینده خبر می دهند. بیش از یک ماه از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد که با انتشار آن در کنار تهدید جانی شهروندان عامل مسدود شدن مرزهای کشورهای خارجی برای افغانستان نیز شده است. آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگویند این ویروس بر چرخه اقتصادی کشور تاثیرات منفی که حاصلش میلیون ها دلار است و سرمایه گذاران خسارات هنگفت مالی وارد کرده است که بیشتر آن متوجه سرمایه گذاران هراتی است. بخشی از خریداری های ما از پاکستان، ترکیه، اروپا و حتی آمریکا و توقف بهش مواجه شده. سفرهای سکتور خصوصی که برای حل مشکلات خود و خریدی که در کشورهای دیگر داشتن توقف پیدا کرده، در سطح افغانستان سکتگی و مشکلاتی که در سکتور اقتصادی به وجود آورده بیشتر چند صد میلیون دلار خواهد بود. آنچه که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات پیش بینی می کنند، تداوم این وضعیت روند تجارت و سرمایه گذاران در کشور خسارات هنگفت بیشتری را متقبل خواهند شد. از سوی هم مسئولان اتاق صنایع و معادن از مصرف مواد خام ذخیره‌ای در شهرک صنعتی سخن زده و میگویند در صورت تداوم این روند و وارد نشدن مواد خام به شرکت‌های تولیدی ممکن فعالیت بسیاری از این کارخانه‌ها متوقف شود. فابریکا تهدید میشه، تجارتخانه‌ها و افراد و اشخاصی که به کار یومی ضرورت دارند، اقتصاد خانوادگی از او فقط منوط بر کاری که در روز میکنن هست، مشکلات بسیار جدی دیگر که متبات منفی بسیار بدر به بار خواهد آورد. تداوم متوقف بودن داد و ستد تجاری با کشورهای خارجی و همچنان وارد نشدن مواد خام به شهرک صنعتی هرات با نگرانی آگاهان اقتصادی نیز به همراه شده. آنان میگویند در صورتی که حکومت نتواند راهکارهای تازه‌ای را برای حل این چالش روی دست گیرد، نه تنها هرات بل تمامی کشور با یک بحران اقتصادی مواجه خواهد شد. افغانستان ما او امکانات را نداریم. تنها کاری که دولت میتونه وقایده و در کنار از او شاید بتونه برای یک سال مالیات را ببخشه، پول آب و برق و این چیزا را بتونه روی شرکت‌ها اونا را معاف بکنه تا اونا بتونن حداقل جبران خساره بشن. در پیوند به همین نگرانی‌ها، اداره مالی هرات نیز از راهکار تازه‌ای به منظور رفع چالش‌های فراراه روند تجارت و سرمایه‌گذاری در این ولایت سخن می‌زند. ما سر کارهای دیگه فکر میکنیم که امی تجارت هایی که متضرر میشن بعضی کارهای دیگه رو بکنن که اوها را ما بتانیم که در فعالیت اقتصادی نگاه کنیم، یعنی فعالیت اقتصادیشان سقوط نکنه لیکن شیوه تجارت کردنشان تغییر بکنه. نگرانی ها در حالی از وارد شدن خسارات هنگفت مالی بر اقتصاد کشور مطرح می شود که شیوع ویروس کرونا نه تنها بر بازار اقتصادی کشور تاثیر سو گذاشته، بل جهان را نیز با تهدید بزرگ رکود اقتصادی روبرو کرده است.